5 تا خبر داریم که اولیش ورود رسمی اپ چت جی پی تی به مک‌او‌اس که صحبتش بود قبلا. اول یه نسخه بتایی بود که دسته ایشی نبود، بعدش یه نسخه اومد که کسایی که اکانت پولی داشتن و مشترک پولی چت جی پی تی بودن اونها این اپ رو داشتن و الان رایگان برای همه هست. لینک این اپ رو میذارم، لازم نیست از اپ استور بگیریم، تو اپ استور اصلا فکر نکنم باشه، من پیداش نکردم. لینکش رو میذارم، از سایت خود چت جی پی تی میتونین دانلود کنین و نصبش هم خیلی راحته دیگه، همون میکشین تو فولدر اپلیکیشن باز میشه. فقط قلقش اینه که این اپ باید باز باشه و روی داک باید داشته باشینش. حالا پنجرهشو میشه بست ولی روی داک باید باشه به صورت باز، و وقتی که بازه آپشن و اسپیس رو که میزنین باز میشه. یه چیز بنویسین، نوشتاری میتونین صحبت کنین، بعدم که چیز میشه میتونین حتی روی علامت هدفونه بزنین و باش صحبت کنین. خیلی هم اوکی داره جواب میده، اونجوری نیست با هر وی پی انی نشه و فلان، خیلی باحال داره کار میکنه، من تست کردم. خبر بعد این که این دکمه RCS که گفتم تو بتای دوم iOS 18 اومده و میشه روشنش کرد، یه سری کاربرا یه سری جاهای دنیا که اینو روشن کردن میخوان وقتی پیغام بدن به کسی این گزینه RCS بهشون نشون داده میشه. مثلا داریم اونجا تکست رو مینویسیم، داخل همونجا وقتی خالیه مینویسه این SMS یا iMessage، الان میشه تکست مسیج دات RCS که نشون میده RCS برای یه سری فعال شده و میتونن استفاده کنن، که هنوز رسمی نیستش، یعنی قرار چند وقت دیگه بیاد اصلا RCS. خلاصه اکتشافات مردمی داره میگه که RCS فعال داره میشه یه سری جاها. خبر بعدی این که سیستم تپ تو پی برای کاربرای آلمانی هم فعال شد. تپ تو پی چیه؟ فرض کنیم ما یه دستگاه پوز داریم که مشتری میاد کارت میکشه. حالا یه سری پوز داریم که کانتکت‌لسن، یعنی کارتو میگیره روش و پرداخت انجام میشه، یعنی به جای کشیدن کارت میاد روش. حالا تپ تو پی چی کار میکنه؟ گوشیمون میشه دقیقا همون دستگاه پوز کانتکت‌لس و مشتری ها میتونن بیان گوشیشون رو بگیرن و مبلغ رو پرداخت کنن بهمون، که دقیقا برای کسب و کارهای خورده، برای کسب و کارهای کوچیکی که با دستگاه پوز و اینجور چیزا کار میکنن. بعد اینم فقط محدود به اپل پی نمیشه ها، حسابای مختلف میتونن با همون اپ ولت و در واقع به واسطه اپ ولت و تگ سیستم NFC که آیفون داره این سازوکار انجام میشه. خلاصه چیز جذابیه ولی فعلا برای ما نیست، تازه برای آلمان اوکی شده. این هیچ ربطی هم به iOS 18 و اینا نداره ها، کلا اپل رسمی اعلام کرد که الان اویلیبل رو آلمان. داستان بعد این که تو مک‌او‌اس سکویا، مک‌او‌اس جدیده که هنوز نسخه بتای دومش تازه اومده، یه قابلیت اضافه شده که با هدفونمون با ایرپاد و یکی دو مدل هدفونای بیتز وقتی وصل میشیم تو تنظیمات صداش یه گزینه اضافه شده که صدا رو تیون میکنه برای فلان و بهمان، که یه کار جالبی میکنه این. ببین کمپرس کردن صدا یعنی چی؟ یه چیز داریم به اسم کمپرس کردن صدا. داستانش اینه که صداهای بلندو همونجا نگه میداره، صداهایی که کمن مثلا یواش حرف میزنه این یواشا رو هم میاره بالا و کلن شما یه صدای یه دستی میشنوین. حالا من الان این ویدیو خب دقیقا صدام کمپرس شده است و از اینجا داره کمپرس میشه. یه سری صدا هستن که صدای خامن، مثل الان شما دارین صدای منو خام میشنوین بدون کمپرسور. این قابلیته چی کار میکنه؟ این قابلیته دقیقا یه حالتهایی صداها رو کمپرس هم میکنه و تنظیم میشه برای حالتهای مختلف. میتونیم باش صحبت کنیم یا برای تلفن صحبت کردن، برای موزیک گوش دادن و اینا، و یه تنظیمهای جالبی به داره پیدا میکنیم رو مک‌او‌اس. و نکته آخر این که رو مک ما وقتی میخواستیم یه اپی دانلود کنیم باید دو برابر اون اپ فضای خالی میداشتیم. حالا مثلا یه 50 مگه 100 مگ فضای خالی لازم داره که اجازه بده دانلودش کنیم، زیاد مهم نیست، ولی یه دفعه یه بازی دانلود میکنیم که مثلا 60 گیگه 100 گیگه،
حالا باید یه سجی هم خالی داشته باشیم براش، 200 گیگ خالی کردن رو خیلی از دستگاهایی که مثلا حافظه‌شون 256 یه چالشیه واسه خودش. اینم حذف شده از رو اپ استور مک توی مک او اس 15، یعنی سکویا که هنوز نسخه بتاشه، این حذف شده از اپ استورش و دیگه هر چقدر فضا لازم باشه همونقدر نیاز داریم که خالی باشه، دو برابرش لازم نیست خالی داشته باشیم. که اینم حالا مک او اس سکویا دقیق معلوم نیست کی بیاد، مک او اس آی او اس 18 رو میدونیم چون آیفون 16 قراره بیاد، با آیفون 16 هم میاد دیگه، یعنی آیفون 16 معرفی میشه، بعد آی او اس 18 میاد، بعد آیفون 16 میاد تو بازار. ولی مک چون خبر نداریم که اصلا مک بعدی کی میاد، یه وقتایی هستش با مک عرضه میشه، یه وقتایی هم هستش با آی او اس عرضه میشه. سال قبل مثلا با آی او اس عرضه شد، امسال هم ممکنه با آی او اس عرضه شه که اون موقع میتونیم بگیم مک او اس 15 اواخر شهریور و اوایل مهر احتمالا نسخه عمومیش بیاد.